درود مجدد به یکایک که شما دوستان و همراهان عزیزم با درس هفتم از سری ویدیوهای بیافی کاکنین با شما هستم. یک درس مختصر و کوتاه اما بسیار مفید. توی این درس چهار تا فعل بسیار بسیار مهم رو یاد خواهید گرفت که از اونها در طول مکالمات روزمرهتون خیلی استفاده خواهید کرد. نگران نباشید، افعال بیشتر رو در فصول آینده یاد خواهید گرفت و راجع به گذشته کردن و آینده کردن جملات هم آموزش هایی رو در یکی دو فصل آینده میبینید. فعلا مبنا رو بر این بذارید که جملاتمون رو با زمان حال درست میکنیم و تمرین میکنیم تا اینکه به موقعش برسه و من شروع کنم راجع به گذشته کردن و آینده کردن جملات صحبت کنیم. فعل اولی که امروز کار میکنیم تیتار هستش. تیتار، 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 تیتار به معنی تماشا کردن هستش، به معنی نگاه کردن به چیزی، تماشا کردن، به معنی دیدن نیست، یعنی اینکه چیزی رو در یک لحظه دیدن نیست، به معنی اینکه بشینی یا سرپا حالا تو هر وضعیتی صحنه ای رو تماشا کنی. حالا اون صحنه میتونه تلویزیون باشه، میتونه یک منظره باشه، میتونه چند تا آدم باشن، اونها رو تماشا میکنید، یعنی زمان میذارید برای تماشا کردن. این عمل در سوئدی بهش تیتار گفته میشه. اگه خاطرتون باشه توی درس پنجم و چهارم راجع به پو صحبت کردم، به عنوان حرف اضافه و معنیش میشد رویه، اما همونجا هم گفتم کاربردهای دیگه هم داره که در درس‌های آینده روی اونها کار خواهیم کرد و یکی از کاربردهاش توی این درس هستش. پو گاهن به یک فعل دو بخشی اضافه میشه، مثل تیتار اضافه میشه تا معنی اون فعل رو کامل تر کنه. تیتار میشه نگاه کردن، چیزی رو تماشا کردن، و وقتی پو اضافه میکنیم یعنی به چیزی نگاه کردن، چیزی را تماشا کردن. پس اگر بخوایم بگیم چیزی را من تماشا میکنم، مثلا من تلویزیون تماشا میکنم، میگیم یو تیتار پو تیو، من نگاه میکنم به تلویزیون. پس اینجا دیگه اون معنی رویه کلن از ذهن ما باید پاک بشه وقتی که پو به عنوان یک حرف اضافه کمکی برای فعل استفاده میشه. مثلا جمله رو ببینید، پویکنا اون پسرها تیتار پو تیو، اون پسرها نگاه میکنند به تلویزیون، تلویزیون رو تماشا میکنند اون پسرها. همونطور که میبینید به معنی رویه دیگه نیست این پو، و البته این جمله رو بدون پو هم نمیتونیم بسازیم. مثلا نمیتونیم بگیم پویکنا تیتار تیو، یعنی اون پسرها نگاه میکنند تلویزیون. این جمله ناکامل هست و برای اینکه جمله ما کامل باشه بعد از حرف اضافه پو بعد از تیتار استفاده کنیم. یه ما هست میگیم پو کنا تیتار، اوکی دیگه پو نیاز نداره. یه ما هست میخوایم بگیم که به چه چیزی داره نگاه میکنه، اون موقع باید از پو استفاده کنیم بعدش. البته پو برای همه افعال نیستش و خیلی از افعال دیگه حروف اضافه دیگه رو خواهند گرفت، مثل این یا مثل اوم، اون حروف اضافه بهشون ملحق خواهد شد. اما برای تماشا کردن تیتر ما از حرف اضافه پو استفاده میکنیم وقتی که میخوایم بیان کنیم که به چه چیزی داریم نگاه میکنیم. پس جمله پویکنا تیتر پو تیو، یعنی اون پسرها نگاه میکنند به تلویزیون. تصویر پایین سمت راست. فرلدرنا لیسنر، فرلدرنا اون والدین، اون پدر و مادر، لیسنر فعل جدیدمون، فعل دومی که امروز یاد میگیرید، لیسنر، لیسنر به معنی گوش دادن هستش. لیسنر، لیسنر گوش کردن. فرلدرنا لیسنر، اون پدر و مادر، اون والدین گوش می کند.
تصویر بالا سمت راست رو ببینید، اون پدر و مادر دارن به موزیک زدن بچهشون گوش میدن. اینجا دیگه نگفته شده به چی دارن گوش میدن، فقط گفته فرادرن لیسنر، اون پدر و مادر دارن گوش میدن. بانت لیسنر لیسنر دوستان، لیسنر نیست، توی تلفظ یی دقت کنید، این حرف یی هستش. یکم لبهای بالا و پایینتون رو باید به سمت جلو بیاریم و یی تلفظ کنید. لیسنر 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 بارنت لیسنر، اون بچه داره گوش میده. آفرین. تصویر پایین سمت راست، کتن تیتر پو فیسکن. یک بار دیگه فعل تیتر رو داریم. یه موقع هست میگیم کتن تیتر، اون گربه داره تماشا میکنه. یه موقع هست که میخوایم بگیم به چی داره تماشا میکنه، چی رو داره نگاه میکنه، اون موقع مجبوریم که بعد از تیتر حرف اضافه پو رو اضافه کنیم. کتن تیتر پو فیسکن، اون گربه داره نگاه میکنه به ماهیه، اون گربه داره ماهیه رو تماشا میکنه. تصویر بالا سمت چپ. پس تیتر شد تماشا کردن، لیسنر شد گوش دادن. بخش بعدی رو داشته باشیم با هم. فلیکن لیسنر پو رادیو. بسیار عالی. همونطور که میبینید بعد از لیسنر حرف اضافه پو اومده. ما از میگیم فلیکن لیسنر، خب جمله کامل هستش، اون دختره داره گوش میده. یه موقع هست میخوایم بگیم که دختره به چی، مثلا داره به رادیو گوش میده، اون موقع میگیم که فلیکن لیسنر پو رادیو، یعنی اون دختره داره گوش میده به رادیو. پس حرف اضافه پو برای لیسنر هم اضافه میشه، فلیکن لیسنر پو رادیو، اون دختره گوش میده به رادیو. اینجا باز هم نمیتونیم جمله رو بدون پو بگیم، نمیتونیم بگیم فلیکن لیسنر رادیو، حتما باید بگیم به رادیو، پو رادیو. این تصویر. فرلدرانه تیتر پو سینا بارن. فرلدرانه تیتر پو سینا بارن. تیتر پو. همون میگیم فرادرنا تیتر، اوکی جمله کامل هستش. اما میخوام بگیم که دارن چی رو نگاه میکنن، به چی دارن نگاه میکنن، به خاطر همین اون وقت باید بعد از تیتر ما حتما پو رو اضافه کنیم. اون پدر و مادر دارن بچه هاشون رو تماشا میکنند. فرادرنا تیتر پوسینا بون. این تصویر. منن لیسنر پو رادیو. منن لیسنر پو رادیو. منن لیسنر پرادیو. منن لیسنر یعنی اون مرده داره گوش میده. وقتی میخوایم بگیم به چی داره گوش میده، اون موقع باید بعد از لیسنر پو رو بیاریم. منن لیسنر پرادیو. آفرین. این تصویر. پویکن و فلیکن تیتر پو فیسکن. پویکن و فلیکن تیتر پو فیسکن. یه موقع هست میگیم پویکن و فلیکن تیتر، این جمله کامل، اوکی، اون پسر و اون دختره دارن تماشا میکنن. یه موقع است میخوایم اشاره کنیم که به چی دارن تماشا میکنن، اون وقته که بعد از تیتر ما حتما پو رو باید استفاده کنیم. پویکن و فلیکن تیتر پو فیسکن، اون دختر و اون پسره دارن تماشا میکنن ماهی رو. خیلی عالی. پس تیتر پو و لیسنر پو، حرف اضافه پو به عنوان کمکی بخش دوم فعل به لیسنار و تیتر اضافه میشه وقتی که بخوایم اشاره کنیم که چه چیزی را گوش میدهند یا چه چیزی را تماشا میکنند. کوینن ستور. فعل جدید ستور. ستور ستور به معنی ایستادن هستش، وایستادن. کوین نان ستور یعنی اون زن ایستاده است، اون زن وایساده. کوین نان ستور. ستور ستور اون زن ایستاده. این تصویر. پو
پویکن سیتر. و فعل چهارمی که امروز یاد میگیرین سیتر هستش. سیتر. سیتر به معنی نشستن هستش. پویکن سیتر. اون پسر نشسته. اون پسر نشسته. پس سیتر میشه مخالف ستور. ستور میشه وایساده. سیتر میشه نشسته. پویکن سیتر. اون پسر نشسته است. این تصویر. فلیکن سیتر. فلیکن سیتر. دیگه معنی فلی سیتر رو میدونید. اون دختر نشسته. فلیکن سیتر. کدوم تصویر؟ آفرین. منن ستور. منن ستور. ستور. منن ستور. آفرین. اون مرد وایساده این تصویر. پس سیتر شد نشستن. ستور شد ایستادن. توی دوتا تصویر پایین ما فعل ستور رو داریم، ایستاده هستند اینها، و توی دوتا تصویر بالا سیتر داریم، اینها نشسته هستند. پس ستور و سیتر اینها مخالف همدیگه هم هستند. سونن ستور ای واردسرومت. سونن ستور ای واردسرومت. من اینجا دیگه جمله رو ننوشتم و شما باید از طریق گوش دادن متوجه بشین که چیزی که دارم بیان میکنم مربوط به کدوم تصویر هستش. سونن. سونن ستور ای واردسرومت. سونن ستور ای واردسرومت. کدوم تصویر هستش؟ سونن ستور ای واردسرومت. واردسروم گفتیم میشه پذیرایی. پسره ایستاده است داخل پذیرایی. سونن ستور ای واردسرومت. پاپان ستور ای شرکت. 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 کدوم تصویر؟ آفرین. پدر ایستاده در آشپزخانه. مامان سیتر ای شرکت. مامان سیتر ای شرکت. مامان سیتر ای شرکت. مامان سیتر ای شرکت. آفرین. او مادر نشسته در آشپزخانه. دوتن سیتر ای واردسرومت. دوتن سیتر ای واردسرومت. دوتن سیتر ای واردسرومت. دوتن سیتر ای واردسرومت. آفرین. اون دختر نشسته در اتاق پذیرایی. تصویر پایین سمت راست. به جمله بندی نگاه کنید، به املا هم توجه کنید. سونن اون پسر ستور ای واردسرومت. چرا ای واردسرومت؟ چون داخل پذیرایی هست، داخل واردسروم هستش. و پاپان ستور ایستاده است ای شرکت. اون پدره ایستاده در داخل ای شرکت. و مامان سیتر ای شرکت. و مادر، اون مادره نشسته است در آشپزخانه. اون مادر در آشپزخانه نشسته است. و جمله آخر، دوتن سیتری واردسرومت. اون دختره نشسته در اتاق پذیرایی. درونه. این میشد درونه. بخش آخر رو با هم دیده شو باشیم لطفاً. مانن سیتر. مانن سیتر. مانن سیتر. کدوم تصویر هست؟ خوب گوش کنید. مانن سیتر. آفرین. سیتر میشد نشستن. مانن سیتر. اون مرد نشسته. این تصویر. کوینان ستور. کوینان ستور. کوینان ستور. کوینان ستور. آفرین. اون خانومه ایستاده است. مانن ستور.
Mannen står. Mannen står. Mannen står. آفرین، اون مرد ایستاده است. Kvinnan sitter. Kvinnan sitter. Kvinnan sitter. Kvinnan sitter. کدوم تصویر؟ آفرین به ذکاوت شما، تصویر پایین سمت چپ. پس sitter شد نشستن و store شد ایستادن. خیلی ممنون از همراهی شما دوستان خوبم. توی این درس 4 تا فعل رو یاد گرفتین، همچنین کاربرد پو بعد از افعال رو هم یاد گرفتین. اینها رو بنویسید یه جا، یادداشت کنید، توی ذهنتون باشه، وارد مکالمات روزمرهتون بکنید، چون توی درس‌های بعدی از اینها بسیار زیاد استفاده خواهیم کرد. اگر سوالی دارین در رابطه با این درس توی کامنت ها توی کانال یوتیوب میتونیم بنویسین و من سعی میکنم که تو اسرع وقت پاسخگو باشم. تا درس بعدی، خدا یار و نگهدار تک تک شما.